آقای اسماعیلی، این تغییر پستی که پیدا کرده از ریاست سازمان زندان‌ها به رئیس دادگستری استان تهران، این ترفیع یا تنزل درجه است؟ واقعیتش من با خانم نسرین ستوده صحبت میکردم، ایشون میگفتش که این جابجایی اصلا دو تا پایه فروکاستن شأن حقوقی این فرده، یعنی آقای اسماعیلی با جابجایی و رفتن به پست جدیدش دو تا پایه اداری تنزل پیدا کرده، گرچه دستش برای امور قضایی گشوده تره، اما به لحاظ اداری دو تا پست. اینو خانم نسرین ستوده میگفت، میگفت این اسمش ترفیع نیست بلکه تنزله. خب همین پرسش رو از خانم عبادی پرسیدیم، پاسخ خانم عبادی رو بشنویم. به نظر من هر دوتاش میشه عنوان بشه، یعنی اسماعیلی رو از ریاست زندانها برداشتن که به خیال خودشون کمی التهاب فروکش بکنه، اما از سوی دیگر از آنجایی که نمیخواستند یکی از مأمورین گوش به فرمان خودشون رو برنجونن، به ویژه آنکه این حمله خودسرانه نبوده بلکه با برنامه ریزی و دستور از بالا بوده، بنابراین به او ترفیعی هم دادند و از همه مهمتر پستی که ایشان گرفتند، یعنی رئیس شعبه اول دادگستری استان تهران، این یک پست قضایی است و کسی که پست قضایی داره میبایستی عادل باشه و دروغگو نباشه و حسن شهرت داشته باشه. چنین کسی رو به چنین حس مهمی گماشتن چیز دیگری نیست جز اینکه تکرار کنم قوه قضاییه تبدیل شده است به شعبه از وزارت اطلاعات. آقای اولیای فرد، این تغییر تحولات ترفیع یا تنزل درجه است؟ بلو همینجور که دوستان فرمودن، به نظر منم تنزل ترفیع نیست. درسته که ریاست در واقع دادگستری استان تهران با توجه به پرونده هایی که رسیدگی میشه، پرونده مسئولین رو رسیدگی میکنه، پرونده رئیس جمهور، وزرا، اعضای تشکیل مصلحت، در واقع مسئولیت یک صلاحیت مضاعف داره نسبت به استانهای دیگه، حتی در مورد سفرا، ولی خود ریاست دادگستری قضاوت نمیکنه و در مقام شعبه اول تجدید نظر اختیارات قضایی داره. اما پایه‌ای که برای ریاست دادگستری هستش استان، در واقع پایه 10 قضایی هستش، اما رئیس سازمان زندان پایه 11 قضایی لازم داره. این یه مورد. و دوم که رئیس سازمان زندان ها در بخش مدیریت و اجرا خیلی برتر از رئیس دادگستری استان تهران هستش، به این دلیل که رئیس سازمان زندان ها در جلسات سران قوه قضاییه شرکت میکنه و به نوعی معاون قوه قضاییه هستش، در کنار رئیس دیوان عالی کشور میشینه، در کنار رئیس دیوان عدالت اداری میشینه و جز مشاورین و معاونین قوه قضاییه محسوب میشه. همچین جایگاهی رو در واقع رئیس دادگستری استان تهران نداره. به نظر من با توجه به اینکه در این فاصله زمانی در واقع به سرعت بعد از این ماجراها ایشون پستش رو در واقع تغییر دادن، تحت فشار افکار عمومی، تحت فشار در واقع جامعه مدنی، زندانیان، خانواده زندانیان بوده و اینو من در واقع ترفیع نمیبینم.